برسیم به کی فریمینگ، یکی از مهمترین قسمت های کالر کورکشن و شاید یکی از چیزهایی که کمتر تا بال بهش پرداختیم. توی این نما ما اینجا میبینیم که سرباز ما اول شمشیرش دیده میشه، بعد دوربین به بالا میاد و اینجا خیلی نور تغییر میکنه. طبیعتا اصلاح رنگی که ما برای این نما تا اینجا میخوایم انجام بدیم خیلی متفاوته با اصلاح رنگی که میخوایم برای این لحظه انجام بدیم. یه نکته رو خدمتتون بگم که شما برای ایجاد کی فریم توی کالر میرید به قسمت تایملاین و اد کی فریم. همونطور که شما این پایین میبینین، البته اگر من یه خورده بزرگترش بکنم، یه کی فریم ایجاد میشه و اینجا نشون میده که برای چی کی فریم ایجاد شده. الان توی پرایمری 1ه. اگر شما بخواید هر تغییری توی کالر ایجاد بکنید، قبل از اینکه بخواید اون تغییر رو ایجاد بکنید حتما باید یه کی فریم بزنید. کالر مثل نرم‌افزار فاینال کات اتوماتیک کی فریم نمیزنه و شما خودتون باید دستی کی فریم ایجاد بکنید. به طور مثال اگر اینجا من فکر کنم اینجا تقریبا شرط نوریمون ثابت میشه و تغییر میکنه، اینجا میتونیم یک کی فریم دیگه بزنیم. و حالا اگر من یه مقدار بیشتر زوم بکنم روی تایملاینمون، تا اینجا ما میتونیم یه اصلاح رنگ داشته باشیم و از اینجا تا اینجا تغییر کی فریمی ماست و اینجا ما یه اصلاح رنگ. خب من میام اینجا به طور مثال سایه ها رو یه خورده روشن‌تر میکنم، طبیعتاً هایلایت ها رو باید خیلی روشن‌تر کنم. حتی سایه ها رو فکر کنم الان میتونم تیره تر بکنم، سچوریشن یا خود بالاتر ببرم، یه مقداری میتونم تصویر رو آبی تر بکنم، البته یه کمی هنوز هم فکر کنم جا داشته باشه برای آبی تر شدن، یه خورده دیگه، البته خیلی زیاد شد، تا همینجا فکر کنم کافی باشه. و حالا اینجا من میخوام سایه ها رو تیره تر کنم، هایلایت ها رو روشن تر، میتون ها رو باز تیره تر، سایه ها رو باز هم تیره تر و هایلایت ها رو باز هم روشن تر و سایه ها رو باز هم تیره تر. شاید شما بخواید این نکته رو بگید که اصلا ذات این نما اینه که یه همچین تصویری داشته باشه و یه فلیری این شکلی وارد تصویر بشه و اصلا این شکلی کم نور کردن سایه ها توی این تصویر شاید اشتباه باشه. من با شما موافقم، من برای مثال کی فریم ها اینجا ما روی این تصویر کار میکنیم. خب ما اگر بیایم اینجا میبینیم که اصلاح رنگ ما اینجا به این شکل انجام شده و از اینجا نرم افزار شروع میکنه خودش به محاسبات انجام محاسباتش و بین این دوتا یه اوریج میگیره تا اینجایی که به این حد میرسه. من فکر کنم اینجا یه خورده میتونم بیشتر تیره تر بکنم. شما برای پرایمریتون، برای سکندریتون، برای کالر افکستون، برای جیامتریتون میتونید کی فریم بزنید. برای تمام اینها میشه کی فریم زد. فقط تنها نکته که کی فریم ها دارن توی کالر اینی که شما حتما باید اول کی فریم رو بزنید بعد تغییر رو ایجاد بکنید. به طور مثال شما اگر بیاید اینجا و بخواید مثلا تصویر رو یه خورده آبی تر بکنید، درسته که تو همون لحظه ممکنه اعمال بشه که همچه هرچه شما اینجا میبینید نمیذاره من اصلا کاری بکنم، ولی اگر من میام اینجا یک کی فریم اضافه بکنم میتونم تصویر رو یه خورده آبی ترش بکنم. نحوه تغییری که شما اینجا میبینید الان به صورت ایز این ایز آوت. اگر قبلا کاری کرده باشید که با کی فریم درگیر شده باشید حتما معنیش رو میدونید، یعنی خیلی نرم این عددها تبدیل به این عددها میشن. شما میتونید بیاید اینجا و از چینج کی فریم اون رو تبدیل بکنید به لینیر که نرمی رو از بین میبره و این اعداد به صورت خیلی صاف تبدیل به اون یکی ها میشن، یا تبدیلش بکنیم به کلمپ که از اینجا تا اینجا کی فریم ثابته، توی این فریم تغییر میکنه.
توی تغییراتی که یهو ایجاد میشه، مثلا اکسپوژر هایی که توی یک فریم تغییر میکنه و یه سری چیزهای تک فریم، این کلمپ خیلی به درد میخوره. جایی که اتفاقات به وجود اومده یه فریم فقط فاصله زمانی با هم دارن. خب اگر من بخوام حالا برای سکندریزش هم تغییر ایجاد بکنم، میتونم بیام اینجا و مثلا بگم توی این لحظه من میخوام رنگ قرمز من سچوریشن بیشتری داشته باشه. و زرد من هم همینطور انیبل کردن اگر یادم بمونه، واقعا خیلی، البته نه به این شدت، یه مقدار کمتر. من اینجا میتونم بیام توی تایملاین اد کی فریم و حالا اینجا اول اد کی فریم رو بزنم و بعد بیام اینجا سچوریشن زرد ها رو خیلی کم بکنم، سچوریشن آبی ها رو تا حدودی زیاد بکنم یه مقدار. خب شما همینطور که اینجا میبینید الان ما برای سکندریمون هم یه کی فریم داریم. کار دیگه ای که میتونید بکنید و خیلی جالبه، میتونه خیلی بهتون کمک بکنه توی زمینه های توی جیامتری. به طور مثال ما میخوایم از اینجا تا اینجا بیشتر زوم بکنیم روی صورت بازیگر یا تا انتهای تصویر تا اینجا. من اول میام توی شروع حرکتم یک کی فریم ایجاد میکنم، میام توی پایان و قابم رو اونجوری که دوست دارم تنظیم میکنم. به طور مثال ببخشید اول باید کی بزنم، احتمالا تو طول این آموزش شما دیدیم بارها من کارهایی رو رعایت نمی کنم که خودم میگم، واقعا بی خود نیست این مثال رو میزنن که استادان معمولا خودشون رعایت نمی کنن کاری که میگن. خب حالا اگر ما یک بار این کلیپ رو اینجا نگاه بکنیم، این تصویریه که برای ما ایجاد شده و امیدوارم با اصول کی فریمینگ توی کالر به درستی آشنا شده باشید و توضیحات من به اندازه کافی گویا بوده باشه.